با پیشرفت بازی‌های کامپیوتری و همینطور تقاضای بالای این بازی‌ها برای اجرا با جزئیات گرافیک بالاتر، باعث شد تا شرکت‌های سازنده کارت گرافیک تکنولوژی‌های جدید و همینطور معماری جدیدی برای اجرای این بازی‌ها به بازار عرضه کنند. تکنولوژی ریل تایم ری تریسینگ و معماری توری. توری بزرگترین پیشرفت معماری در طول یک دهه اخیره. این معماری باعث شد که انویدیا جی پی یو جدیدی رو بر اساس این معماری بسازه و به بازار عرضه کنه. معماری که باعث پیشرفت‌های زیادی در زمینه اجرای بازی‌ها، برنامه‌های گرافیکی و همینطور برنامه‌های یادگیری عمیق داشته باشه. بلوف معماری توری و استفاده از آن در کارت‌های گرافیکی انویدیا، تکنولوژی رندرینگ ریل تایم ری تریسینگ اکنون قابل استفاده در بازی‌ها و برنامه‌های گرافیکی شده. برای درک بهتر و قابل فهمتر تکنولوژی ری تایم ری تریسینگ لازمه که ابتدا نگاهی به معماری تورینگ بندازیم و توضیحاتی رو در مورد این معماری بهتون بدم. این تصویر جی پی یو تیو 102 انویدیا هستش که با معماری تورینگ ساخته شده. تیو 102 شامل 6 واحد پردازش گرافیکی، 36 واحد بافت و 72 واحد SM هستش که خب خیلیاتون شاید الان بگید که واحد SM چی است. انویدیا با معرفی معماری تورینگ یه معماری پردازنده جدید به اسم تورینگ SM معرفی کرد که SM مخفف استریمینگ مالتی پروسسور هستش و این معماری پردازنده جدید باعث افزایش راندمان در سایه‌زنی تصاویر و 50% بهبود عملکرد پردازشی در هسته کودا در مقایسه با نسل قبلی یعنی نسل پاسکال هستش. این پیشرفت به خاطر دو تغییر کلیدی در معماری انجام شده. اولین تغییر افزوده شدن مسیر جدید برای پردازش اعدادی است که به سمت جی پی یو میاد که باعث میشه اعداد با رقم اعشار بالا رو به سرعت پردازش کنه. دومین مورد مسیر حافظه SM هست که برای یک پارچه سازی طراحی برای کارهایی مثل اشتراک گذاری حافظه، ذخیره سازی بافت و ذخیره سازی حافظه داخل یک واحد کامل طراحی شده و این به معنای داشتن پهنای باند دو برابری و ظرفیت بیشتر برای کش الوان هست. در ادامه مشخصات جی پی تی 102 هر واحد گرافیکی با موتور رسترزیشن اختصاصی و 6 واحد بافت قرار گرفتن که هر واحد بافت هم شامل 2 واحد SM هست. هر واحد SM هم شامل 64 هسته کودا، 8 هسته تنسور، 256 کیلووات رجیستر فایل، 4 واحد بافت و 96 کیلووات حافظه الوان به اشتراک گذاشته است که میتونه برای ظرفیت‌های مختلف بسته به محاسبات با پردازش‌های گرافیکی پیکربندی بشه. پس با این حساب جی پی یو تی 102 مشخصات کلی شامل 4608 هسته کودا، 72 هسته RT، 576 هسته تنسور، 88 واحد بافت و 12 عدد کنترلر حافظه 32 بیت از نوع GDDR6 داره. معماری تورینگ ویژگی‌های جدیدی رو هم در طراحی واحد SM معرفی کرد. دو واحد SM در هر واحد پردازش بافت قرار گرفته و هر واحد SM هم شامل کلاً 64 هسته FP32 و 64 هسته INT32 هستش. برای مقایسه کافی بهتون میگم که در معماری نسل قبل انویدیا یعنی معماری پاسکال هر واحد پردازش بافت شامل فقط یک واحد SM بود که با 128 هسته FP32 کار میکرد، ولی واحد SM در معماری تورینگ از اجرای همزمان FP32 و INT32 پشتیبانی میکنه و همچنین هر واحد SM شامل 8 هسته تنسور و یک هسته RT که کار هسته تکنولوژی ری تریسینگ توسط این هسته انجام میشه رو در خودش داره. تا اینجای کار مختصری با معماری تورینگ آشنا شدیم و حالا وقتشه که بریم سراغ تکنولوژی ریل تایم ری تریسینگ که ببینیم اون تکنولوژی چی هستش و چجوری کار میکنه. ری تریسینگ یک تکنولوژی رندرینگ محاسباتی است که به صورت نسبتاً واقعی نورپردازی یک صحنه و اشیاء اون رو شبیه‌سازی می‌کنه و این کار رو با استفاده از انعکاس نور، سایه‌ها و همینطور بازتاب نور انجام می‌ده. این تکنیک قادر به تولید یک سطح بسیار بالایی از واقع‌گرایی در تصاویری که می‌بینیم میشه و خب هزینه محاسباتی بسیار بالایی رو داره. در گذشته معماران جی پی یو نمی‌تونستن کار ریل تایم ری تریسینگ رو برای بازی‌ها و برنامه‌های گرافیکی انجام بدن. این در حالی بود که انویدیا همچنان در حال تحقیق بر روی این تکنولوژی بود و همینطور برنامه و پلاگین‌های مختلفی رو برای انجام دادن این کار در اختیار طراح‌ها و شرکت‌های طراحی و انیمیشن سازی قرار داده بود. ولی مشکل این کار ریل تایم نبودن این تکنولوژی به دلیل سینگل جی پی یو بودن کارت گرافیکا
مرمیتون نبود هسته‌های آرتی بود. اما بعد 10 سال تحقیقات زیاد توسط انویدیا، سازندگان جی پی یو و مرمیتون مهندسی نرم افزار، ری تریسینگ به صورت ریل تایم و توسط هسته‌های آرتی قابل اجرا بر روی بازی‌ها و برنامه‌های گرافیکی شد. تکنیک‌های رسترایزیشن چندین سال است که در رندرینگ بازی‌ها استفاده میشه. ولی این تکنیک محدودیت‌هایی را هم داره. برای مثال رندر کردن بازتاپ‌ها و سایه‌ها با استفاده از رسترایزیشن نیازمندهای خیلی ساده ای رو میخواد که مثلا میتونید با استفاده از یک نور ساده و انواع مختلفی از اشیا و آیتم های دیگر رو رندر بگیرید، ولی سایه هایی که توسط این کار ایجاد میشد اغلب از آلودگی یا نشت نور رنج میبردن و شما فقط میتونستید انعکاسی از اون تصویر رو تو صفحه نمایش ببینید و باعث میشد که از واقعیات در تصاویر مخصوصا بازی ها کاسته بشه و این در حالی است که ری تریسینگ میتونه تصاویر بسیار واقعی تری از رسترایزیشن رو تولید کنه. انویدیا برای استفاده همزمان از ری تریسینگ و رسترایزیشن متدی رو معرفی کرد به اسم هایبرید رندرینگ که ترکیبی از رسترایزیشن و ری تریسینگ است. استفاده از این کار باعث شده که رسترایزیشن در جایی به کار بره که موثرتره و ری تریسینگ هم در جایی استفاده بشه که تصویر نیازمند نور بیشتر، بازتاب نور و همینطور سایه بیشتر باشه. در قلب معماری تورین هسته‌های آرتی قرار گرفته. این هسته‌ها با استفاده از الگوریتم BVH و متد ری تریانگل کار می‌کنه. هسته‌های آرتی با یک تکنیک پیشرفته فیلتر کردن نویز و همینطور الگوریتم BVH که توسط دانشمندان انویدیا ساخته شده و نیز API های سازگار با RTX کار میکنند و نتیجه این کار پردازش ری تریسینگ به صورت ریل تایم با سینگل جی پی یو شده. برای درک بهتر عملکرد هسته‌های آرتی و اینکه دقیقاً چه اتفاقی میفته باید اول از همه بهتون بگم که چطوری ری تریسینگ بدون سخت افزار اختصاصی در جی پی یو ها اجرا میشه. ری تریسینگ بدون سخت افزار اختصاصی و نبود هسته‌های آرتی نیازمند هزاران خط کد نویسی و دستورالعمل‌های نرم افزاری برای تست حالت‌های مختلف الگوریتم BVH داره که پردازش محاسباتی سنگینی رو داره، ولی اخیراً انویدیا با دادن آپدیت این تکنولوژی رو برای کارت‌های گرافیک سری 10 هم ارائه کرد. ولی با داشتن هسته‌های آرتی دیگر نیازی به هزاران خط کد نویسی نیست و تمامی محاسبات توسط هسته‌های آرتی و واحد SM انجام میشه. این هسته‌ها برای انجام این کار شامل دو واحد تخصصی هستند. واحد اول برای اجرای الگوریتم BVH و واحد دوم برای اجرای متد ری تریانگل استفاده میشن. بعد اینجا واحد SM تنها وظیفه نشان دادن نتیجه کار رو داره که در صورت مثبت بودن الگوریتم BVH و همینطور متد ری تریانگل تصویر به صورت ریل تایم ری تریسینگ رندرینگ گرفته و تو صفحه نمایش نشان داده میشه. تکنولوژی ری تریسینگ تنها یک مورد از تکنولوژی هایی بود که انویدیا با استفاده از معماری تورین معرفی کرد. انویدیا تکنولوژی های دیگه ای را هم با استفاده از هسته‌های تنسور و آرتی معرفی کرده که با نام پروژه انویدیا NGX معرفی شده و شامل تکنولوژی های در زمینه هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و همینطور یادگیری عمیق هستش که بهتون پیشنهاد میکنم که تا حدودی با این تکنولوژی ها آشنا بشید. خب خیلی ممنون که این فیلم رو تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب توی یوتیوب بعد نماشاگاهتون نره. اگه در مورد تکنولوژی ری تریسینگ و همینطور معماری تورینگ سوال و یا نظری داشتید زیر این فیلم برای ما کامنت کنید و همینطور توی شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر میتونید با @binshowcast ما رو دنبال کنید. آقا دیگه ولمون کن.